ما انسانیم و حق من و توست تا از حقوق اولیه و ذاتی خود آگاه باشیم، مانند حق برابری و عدم تبعیض، حق حیات، حق امنیت، حق آزادی بیان و اندیشه، حق آزادی پوشش، حق برخورداری از بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی، حق آزادی انتخاب شغل و اقامتگاه و بسیار موضوعاتی که از منظر حقوق ذاتی و کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه خاص قرار گرفتند. حق من و توست که از حقوق ذاتی خود آگاه باشیم. با ما همراه باشید در برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی، کاری از کمیته پژوهش کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. با برنامه دیگر در خصوص قطع‌های زنجیره‌ای در خدمتتون هستیم. دولت جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای نخست با استفاده از قدرت و نفوذ و حضور تشکل‌ها و احزاب مختلف سیاسی پا گرفت و به قدرت رسید. اما برخلاف وعده‌های داده شده، تمامی تشکل‌ها و احزاب را از میان برداشت. با برچسب‌های چپ و راست و منافق و غیره حکم به تکفیر داد. تعداد کسی از آنان را به صورت گروهی و دسته‌ای به جوخه‌های اعدام سپرد و فرمان رواییش را به صورت تک حزبی شکل داد. دولت جمهوری اسلامی ایران همانند سایر نظام‌های خودکامه به این اندازه هم بسنده نکرد و با مخالفان خود حتی در اندیشه نیز با همیشی به برخورد کرد. چه آنان که خط فکریشان جدا از ایدئولوژی دولت جمهوری اسلامی ایران بود و چه آنان که به نوعی در جامعه تأثیر گذار بودند. اهم از خیرتمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان و سایر صاحب نظران که هر کدام به نوعی توسط مأموران جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیدند. نگاهی میکنیم به قتل زنجیره ایران. این قتل‌ها چرا، چطور، به دست چه کسانی و با چه اهدافی انجام شد؟ بدین منظور در خدمت جناب آقای حمید حمیدی، پژوهشگر، نویسنده و فعال حقوق بشر که اتفاقا در قطعه زنجیره‌ای تحقیقات زیادی داشتن. درود بر شما آقای حمیدی، شما رو هستیم، بفرمایید. خیلی خوش اومدید. با سلام و یاد و گرامی داشته تمامی کشتگان هنر اندیشه و با درود به همه کسانی که برای دادخواهی و کشف حقیقت تلاش میکنن، خیلی خوشحالم که به این موضوع پرداخته شده توسط شما دوستان کانون مدافعان حقوق بشر و در خدمتون هستم. خواهش میکنم. سوال اول من از شما آقای حمیدی این است که اصولا ریشه قتل زنجیره‌ای کجا بوده و از کجا شروع شد؟ ببینید، با همون مقدمه هم که شما گفتید، از استقرار حکومت اسلامی ترور مخالفین، منتقدین و حتی رقبای خودی بخش جدا نشدنی از نیروهای مشخص در درون حکومت اسلامی یک اصل انکارناپذیره. قطعه سیاسی هم که بعدها معروف به قطعه زنجیره‌ای شد در پاییز 77 و پیشتر از اون که با قتل آقای کاظم سامی به اصطلاح استارت خورده بود و آغاز شده بود، بخشی از اون جنایت برنامه شده حکومت بوده. اینها به اصطلاح فارغ از جنایاتی است که در طول عمر حکومت اسلامی تحقق پیدا کرد، مثل قتل عام، کشتار بزرگ سال 67، اعدام‌های به اصطلاح چند روزه، چند دقیقه‌ای سال‌های 60 و 61 در سراسر کشور، عامل به اصطلاح ایجاد رعب و وحشت در جامعه و اعدام و عملیات سرکوب و اعدام همیهنان کرد و بلوچ و
و اعدام‌های علنی که هممون در جریان هستیم و ترور رقبای داخلی خودشون، کسانی که در رأس حکومت سابق بودن اونها رو کشتن، پیروان ادیان بهایی رو، یهودی، زرتشتی و مسیحی و مذاهب اهل تسنن یا اهل سنت دراویش، و قتل فعالان سیاسی و اعم از مجاهد و کمونیست و میلیون و ترور سران و رهبران و قومیون ها، اینها همه و همه نمودی از ماهیت انحصارگر، تحمل ناپذیر و بیرحم حکومت اسلامی در سطح داخلی و بین المللی است. این به اصطلاح عملیات ترور به عنوان جزئی از یک سیستم قتل درمانی توسط اتاق فکر حکومت که توضیح خواهیم داد به چه ترتیب بود، تنها و تنها یک بخشی از جنایاتی است که تحت عنوان قتل‌های سیاسی زنجیری که از پاییز 77 بود شروع شد. اما اگر برگردم به پرسش، پاسخ معین پرسش شما، پس از اینکه حکومت اسلامی توانست با حمله به احزاب سیاسی و سازمان‌های سیاسی و کشتار فعالین سیاسی در مقطع سال 60، یک یورش و حمله‌ای به قانون نویسندگان ایران که در دوران گذشتم همواره تحت فشار و آزار و اذیت بود و در بعد از انقلابم بعد از اعیان سال 60 این یورش آغاز شد. عباس کلهر که در سال 88 از مشاورین مطبوعاتی و بعداً از افراد سینفوز در کابینه دولت احمدی نژاد شد، در سال 69 در کیهان هوایی یک مطلبی رو منتشر میکنه تحت عنوان دفاع در جبهه‌های جنگ فرهنگی یک ضرورت تاریخی است. و بعد از اون دوباره کیهان در سال 77 یک مثلا متن رو داره یا مقاله رو داره تحت عنوان ویتکونگ‌های کافه نشین و کانون نویسندگان ایران. بعد ادامه این قضایا میاد یک برنامه در تلویزیون ساخته میشه به نام هویت که سعید امامی همراه با همفکرانش از برپا کنندگان این برنامه بودن که در اون برنامه به اصطلاح بخش بزرگی از افراد کانون نویسندگان رو زیر به اصطلاح ضرب تهدیدات خودشون بردن. همه و همه اینها رو دست به دست هم بدن میشه عامل به وجود آمدن و توجیه کردن قتل‌های زنجیری سیاسی که اتفاق افتاد. در همین ارتباط در 23 اسفند 1372 آقای سعیدی سیرجانی، زندیه سیرجانی، دستگیر میکنن و در 6 سال 1373 او رو به قتل میرسونن، یعنی با کپسول پتاسیم یا موارد دیگری که بوده. بعد از اون مرگ احمد میرعلایی، مترجم توانا و اهل اندیشه و فرهیخته میهنمون که آثار اکتاویو پاز رو ترجمه کرده بود، در اصفهان اتفاق میفته. به در فرستادن اتوبوس حامل 21 نفر از کانون نویسندگان در سفر به ارمنستان و کشتار برنامه شده اهل قلم که با همیاری و هم اسم هوشیاری بخش بزرگی از افراد کانون خونسا میشه. اینها یه بخشی از عملیاتی بود که یورش به بخش فرهنگی غیر وابسته جامعه آغاز شد و اینها همه و همه زیر فکر و پخته فکر مصطفی کاظمی از افراد عالی رتبه وزارت اطلاعات که بعدها در با اعلام دولت خاتمی نسبت به افراد خودسر، مصطفی کاظمی کسی است که اسمش مطرح میشه به همراه سعید امامی که بعد او رو با دوای نظافت به اصطلاح به قتل میرسونن. و در ادامه این قضايا غفار حسینی رو، احمد تفضلی رو، ابراهیم زالزاده رو، حمید حاجی زاده و پسرش رو، مجید شریف رو، زندیادان داریوش و پروانه فروهر یا داریوش فروهر و خانم پروانه اسکندری رو و در نهایت هم
قتل فجیع و ناجوانمردانه دوستان عزیزم که همیشه یادشون ماندگار باشه، محمد مختاری و محمد پوینده رو به قتل میرسونه. اینها به اصطلاح امیدوارم که خیلی به اصطلاح مختصر توانسته باشم به پرسش اول شما پاسخ داده باشم. بله، ممنون از شما. اشاره کردید همینطور که وزارت اطلاعات، من اینو دیدم که وزارت اطلاعات اطلاعی مبنی بر این که عوامل قتل ها معدودی از همکاران کجندیش و خودسر آمدن بودند. به گفته وزارت اطلاعات یک سری از مقام های جمهوری اسلامی هم اسرائیل و دستگاه های امنیتی یا مجاهدین را مقصر دونستند. چرا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عوامل خارجی رو به عنوان عوامل قتل‌های زنجیره‌ای معرفی میکنن و هدفشون از این کار چیه؟ ببینید، اصلا این ویژگی‌های حکومت‌های استبدادی است یا حکومت‌هایی که توهم توطئه دارن. طبیعتاً هیچ حکومت غیر دموکراتیکی به جهت اینکه پرسشگری و مسئولیت پاسخدهی وجود نداره نمیاد علناً عنوان بکنه که به سلام ما نقشه کشیدیم، ما کشتیم، ما اعدام کردیم، ما به قتل رسوندیم. اینها خب ابتدا به ساکن یک سری نیروهای سیاسی رو که سرکوب کردن در اوایل دهه 60 که منجر به کوچ بخش بزرگی از سازمانها و گروههای سیاسی شد و بعد ایجاد همین موضوع توهم توطئه و دستگیری ها و گاهن مصاحبه های اجباری و اعترافات تلویزیونی برای عوام اینگونه پیش آوردن که آره، ما به جهت اینکه میخوایم این رو بررسی بکنیم و تحقیق بکنیم که از سوی دولت آقای خاتمی هم مطرح شد، اونها اومدن گفتن یه عده نیروهای خودسر، ابتدا به ساکن که میگفتن کار اسرائیل و مجاهد و منافق است، و بعد اینا اومدن گفتن نه، یه سری نیروهای خودسر بودن در اونجا. در صورتی که نیروهای خودسر مثلا خود مصطفی کاظمی کسی بود که منتسب به جریان آقای خاتمی بود، یا مثلا سعید امامی کسی بود که آقای حجاریان ابتدا به ساکن او رو به وزارت اطلاعات آورده بود، ولی میگفتش که مثلا این طور وزارت نقش نداشته باشه. ولی اینها همه و همه در دوران هاشمی رفسنجانی نوز گرفتن، شکوفا شدن و یک چنین ترکیبی رو به جا آوردن. مگر حکومت زمانی که آقای زندیاد، آقای سامی رو وزیر وقت یا وزیر بهداشت دولت موقت رو که در مطب خودش به قتل رسوند، مگه بعدها پیگیری کردن؟ آخر سر هم گفتن یک نفر بوده فرار کرده اهواز و خودشو در حمام دار زده. چیزی که به اصطلاح وجود داره، حکومت خصوصا حکومت اسلامی که از یک بسیار بنیان استبدادی برخوردار هست، برای مثلا منحرف کردن از قانون عمومی یک اجازه دادرسی عادلانه به بازماندگان نمیده و دو با انتشار اخبار و اطلاعاتی که به اصطلاح خودش فقط میتونه را هدایت بکنه، یک سری رو در مزان اتهام قرار میده که به اصطلاح ذهن جامعه رو آرام بکنه. بنابراین این طبیعی است، تنها مختص حکومت ایران هم نیست، بخش بزرگی از حکومت‌های استبدادی که قابل نام بردن هم هستن اصلا این شیوه‌های مشابه استفاده می‌کنه. بله، ممنون از شما آقای حمیدی. حاکمیت چه ترسی از افرادی مثل محمد مختاری، مجید شریفی، محمد جعفر پوینده، پیروز دوانی و فروهرها و بقیه کشته شدگانی که من نام نبردم و شما میتونین اضافه بکنین داشته؟ بله، من در بخش پاسخ به پرسش اول شما نام بخشی از این عزیزان رو بردم، ولی اونطور که میدونید من در سال 85 به هر حال بعد از سالها تحقیق و بررسی تونستم راجع به این قتل‌های زنجیره‌ای که خب در واقع اوریان شدنش توسط مرگ ناجوانمردانه زندیاد داریوش فروهر و خانم اسکندری همسر مبارزشون صورت گرفت و بعد
قتل غفار حسینی زالزاده، پیش از اون آقای سعیدی سیرجانی و بعدم قتل فجیع و ناجوانمردانه مختاری و بعدش هم پوینده، تونستم به یک لیست 83 نفره تو این رهگذر برسم. البته سال 85 ویدیو ساخته شد و در یوتیوب هم منتشر شد و خب حکومت هم خیلی تلاش کرد و از طریق حالا امکاناتی که داره مانع پخش این بشه با توزیع اینکه به اصطلاح تشویق دروغ و اتهام هست، چندی بار از یوتیوب حذف شد، از امکانات دیگه. من معذرت میخوام صحبت شما رو قطع میکنم، ولی شنیده شده که بین 180 تا 190 نفر مورد قتل زنجیره‌ای بودن. آیا این صحت داره؟ ببینید که مربوط به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در داخل کشور، من به 83 اسم برخورد کردم، منتها یک گروه از دوستان کل قتل‌هایی رو که حکومت اسلامی در درون مرز و برون مرز که شامل قتل فرخزاد، آقای بختیار و دیگر افرادی که خارج از کشور میشن و به اصطلاح کشتار میکنوس و کشتار رهبران حزب دموکرات، وقتی همه اینا رو جمع میزنن قطعا به چنین ارقامی هم میرسن. اما چرا من این قضیه رو تفکیک کردم؟ به جهت این که اگرچه یک بچه تشابهاتی بین قتل‌های درون مرز و برون مرز وجود داره، ولی خیلی از نقاط تفارق هم وجود داره که اینا رو اصلا تفکیک میکنه. مثلا فکر بکنید که میان در رابطه با قتل رهبر حزب دموکرات کردستان آقای قاسم بود، میان اون رو دعوت میکنن به مذاکره و ایشون میره، و بعد شما میبینید که در قتل‌های زنجیری سیاسی که در داخل کشور اتفاق میفته هیچ کدام از این عزیزان تحت هیچ عنوانی دعوت نمیشن، به نشستی مراجعه نمیکنن، بلکه با مراجعه به اینها، اینها رو میدوزن، میروبایندشون و میبرن در یک نقاط به اصطلاح کور و گمنام، اینها رو سربنیست میکنن، اعدام میکنن یا خفشون میکنن و میندازن در بیابان. مثلا حتی مرگ فجیع فریدون فرخزاد هم که اخیراً بحث خیلی از افراد و گروه ها شده بود، ایشان به دلیل احساس عاطفی که نسبت به مادر خودشون داشتن و دوست داشتن که به اصطلاح برنشون رو ببینن، تقاضا میکنه که به اصطلاح من دوست دارم برگردم، تو این زمینه یک سری رایزنی ها صورت میگیره، اون افراد دعوت میشن که براش پاسپورت بیارن و خب در همون روزم او رو به قتل میرسونن، اگرچه فجیع و ناجوان مردانه بوده. ولی میخوام راجع به تفکیک این دوتا قتل ها و این جنایات با هم صحبت بکنم. یا مثلا در زمانی که کشتار میکنوس صورت میگیره، یه عده میان میشینن توی یک رستورانی راجع به یک مسائل میخوان صحبت بکنن و اینها رو لو میدن، یا مثلا گرای اینها رو میدن به نیروهای حکومت و با هماهنگی میان در همون رستوران به تیر میبندن. هیچ کدام از به اصطلاح افرادی که توی قتل‌های زنجیره سیاسی در داخل کشور به قتل رسیدن، منهای حتی آقای سامی هم با چاقو به قتل رسید، یعنی عموم اینها با اسلحه به قتل نرسیدن بلکه با چاقو، مثل قتل فجیع زنده یادان فوهر و خانم اسکندری با چاقو سلاخی شدن. محمد مختاری با تناب به گلوش خفه شد، پوینده به همین ترتیب. اینا یه نکاتی هست که شکل انجام این پروژه با انجام این کار در خارج از کشور تفاوت‌هایی داره که خب اونها رو من به لحاظی که به باور خودم هست تفکیک میکنم. و مضاف بر این که چون اون قتل‌ها در داخل کشور اتفاق افتاده، قتل‌های زنجیره سیاسی، این معمن رو از سوی وکلا و فعالان حقوقی و فعالان حقوق بشر و حتی بازماندگان اونها ایجاد میکنه که با توجه به قوانین ناقص و به اصطلاح غیر مردمی حکومت اسلامی هم به هر حال یه عده برن پیگیر این قضیه بشن، کما اینکه
مثلا در مورد زندیادان فروهر، مختاری، پوینده و مجید شریف، سرکار خانم عبادی، دکتر ناصر زرفنان و خود پرستو فروهر که یادش همیشه بر من به عنوان یک انسان توانمند توی نرسه که یک تنه جور دادخواهی پدر و مادرش و دیگران رو کشید و اینها میرن تو دادگاه حاضر میشن، پرونده رو بازخوانی میکنن. این از معدود، اگرچه به نتیجه نمیرسه، یا خانم سیما صاحبی همسر محمد جعفر پوینده، اینها حضور داشتن. ولی کسانی که در خارج از کشور بودن، چون مقیم خارج از کشور بودن و عموما ملیت‌های دیگری رو کسب کرده بودن، اینکه بازماندگانشون نمیتونن به سادگی اقامه دعوا با توجه به قوانین موجود در ایران بکنن، چون در اون جغرافیا مگر اینکه با اسناد و مستندات محکم مثل مثلا جریان کشتار میکنوس بتونن اونها رو به دادگاه بین‌المللی بکشن، که خب تا به امروز صورت نگرفته منهای دادگاه میکنوس. در مورد قطعه‌های زنجیره‌ای من میدونم که به اصطلاح خود آقای حسین دوانی که برادر پیروز بود از دوستان من هست، خود پیروز هم از کسانی بود که با هم در ارتباط بودیم، اینها کسانی بودن که در ایران بودن، تونستن تا یه جایی برن، ولی خب هم به اصطلاح عدم تمایل و قوه قضاییه، چون بخشی از نیروی سرکوب است، و خود عدم تمایل وزارت اطلاعات و نیروی سرکوبگر مانع از این شد که این قضیه پیش بره. ولی با تمام کارشکنی هایی که اونا کردن، به هر حال خود خانواده های مجید شریف، پیروز دوانی، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، اینها توانستند به کمک یک سری دیگر از دوستان و فعالان حقوق بشری مثل جناب دکتر لاهیجی و دیگر دوستانی که هستن، یا مثلا خود سهراب پسر زندیاد محمد، اینها تونستن در خارج از کشور ابعاد این جنایت رو توضیح بدن و روشنگری بکنن. و برای کسانی که دادخواه هستن، هیچ چیزی برتر از حقیقت یابی نیست. و در واقع کاری هم که حالا من یا همه عزیزان و بزرگان من انجام میدن، در جهت کشف حقیقت و تاباندن نور به مثلا اون سیاهی هایی هست که حکومت بر این جنایت تابیده، و ما قصد روشن کردن و کشف حقیقت رو داریم، نه چیز بیشتری نه چیز کمتری. خیلی لطف داریم. سوال دیگه که ازتون دارم اینه که آیا این قصدها برای تضعیف اصلاح طلبان نبوده و اصولا مقام های بالای جمهوری اسلامی میخواستن روشن فکرها و افراد دیگر اندیش را سرکوب کنن؟ نقطه نظر شما چیه در این رابطه؟ ببینید، اون لحظه ای که این جنایات اتفاق میفته، من با پیشینه این قضیه، مثلا فکر کنید که اولا مفهوم اصلاح طلب، اصولگرا، این داستان ها، خب یک سری اختلافات سیاسی است که مرسوم شده تو جامعه، ولی هم بخش بزرگی از اصلاح طلبان به اصطلاح حکومتی و اصولگرایان به تبع، اینها یه سری خطوط قرمز دارن. همین عزیزانی که خودشون اصلاح طلب و حکومتی میدونن، به هر حال در یک دوره‌ای از تاریخ حکومت اسلامی جزو جریانی بودن که سفارت رو اشغال کردن، جزو جریانی بودن که در تابستان 67 اون کشتار و جنایت اتفاق، جزو جریانی بودن که سال 60-61 اعدام‌ها صورت گرفت، جزو جریانی بودن که مثلا اون اوائل دکتر سامی رو وقتی کشتن، و و همه اینها. و وقتی به اون پیشینه مراجعه میکنی، اگر هدف از به اصطلاح تاباندن نور به این جنایت ها و در آمدن این که اینا میخوان اختلاف بندازن، بعد از اونم به جهت فردی اینجا و آنجا برخی از این افراد آمدن یه اظهار نظرهایی کردن، ولی به جهت این که بخوان خطوط قرمز خودشون رو از بین ببرن، نه. ضمن این که اساساً حکومت و اتاق فکرش
به این نتیجه رسیده بود بودند و این موضوع بسیار کلیدی است که حالا که گروه های سیاسی رو از جلوی پامون برداشتیم، بیایم و با جبهه فرهنگی اینها مقابله بکنیم. برترین موضوعی که وجود داشت، اگرچه در درون این عزیزان افرادی بودند که خب به عنوان فعال سیاسی بودند، مثلا پیروز دوانی یک فعال سیاسی بود در واقع که با انتشار و کپی سری مطالب و پخشش در داخل کشور رسون به خارج از کشور تلاشایی رو صورت میداد، یا مثلا زنده یادان داریش فروهر و خانم پرمن اسکندری فعالین سیاسی بودند که علارغم این که امکانم براشون بود که به خارج از کشور برن، ولی به دلیل اینکه اون کشور خودشون رو دوست داشتن مثل خیلی از کسان دیگه ماندن و تلاش‌های خودشون رو در اونجا کردن و منتها روش‌های خودشون رو داشتن. اون تو حوزه سیاست بود. تو حوزه فرهنگ و هنر هم بعد از اینکه محمد مختاری و یا جعفر پوینده یا حتی مثلا قفار حسینی، زالزاده، آقای توسلی و و و همه عزیزان، مجید شریف، اینها در یک به اصطلاح توافق نانوشته و آمدن مشکل وجودی حکومت اسلامی ایران به مثابه یک حکومت استبدادی رو ریشه در تاریخ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بررسی کردن. تا اونجایی که به این عزیزان مربوط بود، اونها بیشتر فوکوس کردن رو بخش فرهنگ که جامعه ما یک جامعه تک صداست و به خاطر این تک صدایی همیشه نیروها بر بستر مرید و مراد، بر بستر شبان و رمه صورت میگیره. این طبیعی است که قبل از انقلاب مثلا بود خدا شامیهن، بعد از انقلاب میشه خدا قرآن خمینی. و محمد مختاری و خصوصا جعفر پوینده و تا اونجایی که به ذهنم تونم از ذهنم یاری بگیرم آقای قفار حسینی، در ترجمه آثار و به اصطلاح نوشتاریشون به بخش استبداد فرهنگی اشاره داشتن. یعنی محمد جعفر پوینده در این زمینه، در زمینه ترجمه کتاب حقوق بشر، و محمد مختاری هم در زمینه تعامل، مدارا و چند صدایی صحبت میکردن. و حکومت ایران و بانیان این حرکت این مسئله به وحشت خورده بودن. یعنی اینکه فکر نمیکردن که فرهنگ میتونه این به این میزان پایه های حکومت رو سست بکنه، و وقتی دیدن که قضیه با سعیدی سیرجانی شروع شد، بعدها به محمد مختاری رسید، بعدها به پوینده رسید، پیش از اون به آقای قفار حسینی و زالزاده رسید، اینها به هر حال دیدن که نه، پس فرهنگ هم میتونه باعث سست شدن حکومت استبدادی بشه. به همین دلیل نشان روندگان این استبداد رو به نظر من تو عرصه فرهنگی محمد مختاری و محمد پوینده از مثلا سردمداران و پرچمداران این قضیه بودند و به اون قتل فجی و ناجوانمردانه از بین بردن. درست میفهمید. ممنون از شما. سوال دیگه که ذهن دوستان و ما رو مشغول کرده، اصولا شکایت خانواده های مقتولین به جایی رسیده یا چه مرحله ای هست؟ خیلی از دوستان میخوان بدونن در مورد این که شکایت ها به کجا رسیده. شکایت ها که منجر به بازداشت خانم شیرین عبادی شد و بعدم به دکتر ناصر زرافشان شد و طبیعتاً تا یک جای پیش رفت تا بازخوانی پرونده ها، و بعدها اونچه که بعدها خانم عبادی، پرستو فروهر، سهراب مختاری، سیما صاحبی و همسر محمد مختاری و حسین دوانی و همسر مجید شریف عنوان می کردن، چون اینا مثلا خانم عبادی وکیل اینا بودن، وقتی مراجعه کردم بخش زیادی از اقارید و اعترافات متهمان این جنایات که توسط خود حکومت هم ظاهرا مطرح شده بودن، مثل مصطفی کاظمی و سعید امامی، خب اینا از پرونده بیرون کشیده شده بود، چون سعید امامی حتما
شنیدید و خواندید، او گفته بود که من که خودسر این کار نکردم، من برای چنین کاری نیاز به فتوا داشتم، نیاز به دستور داشتم، من یک به اصطلاح حکم شرعی رو به جا آوردم و طبیعتاً در داخل کشور به هیچ جا نرسید. اما نه تنها به جایی نرسید بلکه باعث زندانی شدن دکتر ناصر زرافشان و خانم وادی هم شد. ولی این چراغ و اصولا دادخواهی و حقیقت یابی که خاموش شدنی نیست، این تصور و تفکر حکومت‌های استبدادی است. در آرژانتین، در شیلی، در همه کشورهایی که به نوعی جنایت صورت میگیره، ممکنه در همون ایامی که این کشتار صورت میگیره پرونده ها اصلا به روند دادرسی هم منجر نشه. ولی تاریخ نشون داده که به هر حال این تلاش ها اثرگذار هست و اساسا با همین امید هست که من و همه ماها در این راه تلاش میکنیم که بتونیم کاشف حقیقت باشیم یا حقیقت رو مورد شناسایی قرار بدیم و بعد اون موقع برای همه کسانی که از ریس تا درشت، از سر تا زیر در این جنایات نقش داشتن، به اصطلاح خواهان محاکمه دادرسی عادلانه بشیم. برای نمونه مثلا در سال 67 وقتی کشتار و قتل عام صورت گرفت، در اون ایام خب خانواده‌ها ترس و وحشت و نگران از این که ممکنه براشون هم مشکلاتی پیش بیاد و از طرفی هم سرکوب حکومت اسلامی مانع از این شد که حداقل تا یک دو سال بعد در داخل کشور صحبتهایی بشه که بعد به اصطلاح مادران خاوران تشکیل شدن. ولی این قضیه بعد از 30 و چند سال شما میبینید که الان خیلی زیاد راجع به این قتل عام تلاش شده، روشنگری صورت گرفته، خاطرات زندانیان منتشر شده و اخیراً هم که خب حتما شنیدید فردی به نام حمید نوری که از به اصطلاح دادیاران زندان گوهردشت بود در سوئد به اصطلاح توسط مقامات قضایی و حب دادگاهی سوئد در بازداشت هست و فکر میکنم الان نزدیک 1 سال میشه که ماه به ما به اصطلاح زندانی او رو بازداشت او رو تمدید میکنن. اینه که دادخواهی دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. ممنون از شما. نظرتون رو میخوام در رابطه با اظهارات مصطفی پور محمدی، وزیر سابق دادگستری، که در روزنامه شرق مبنی بر اینکه قطعه زنجیره خودسرانه نبوده و در سیستم اتفاق افتاده، نظر شما در این رابطه چیه؟ ببینید، حتما میدونید آقای مصطفی پور محمدی از اعضای هیئت مرگ در سال 67 بود و ایشون عضوی از کسانی بودن که خودشون در مزان اتهام هستن. منتها خب در این رهگذر در روند تغییرات و جابجایی خطوط سیاسی و قدرت کجا هست، بعدها آقای پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری آقای روحانی مطرح شدند و خب خیلی هم مورد انتقاد واقع شد، خیلی اعتراضات صورت گرفت. طبیعتاً آدم‌ها وقتی تو جایگاه قرار می‌گیرن، تو یک مقطع، ناچارند که به اصطلاح برای جبهه مقابل به گونه‌ای جبهه بندی جدید ایجاد بکنن. وگرنه حرف آقای پور محمدی نه تنها نافی هیچ کدام از این جنایت‌ها نیست، بلکه تاییدیه برای این که خب هم از اول ما هم میگفتیم که این قتل‌ها در درون حکومت با یک سازوکار مشخص و معین صورت گرفته. منتها در همون ایام که آقای پور محمدی شاید مثلا در یک جناح فکری دیگه بوده، نوشته‌هایی هست از ایشون که نشون میده که بله، این قتل‌ها توسط مثلا نیروهای وابسته اسرائیلی، آمریکایی، منافق و و و و صورت گرفته. اینه که اصولا به کسی که خودش در مزان اتهام و آدم کشی هست نباید زیاد بهش بها داد. آقای حمیدی، شما با در مورد قتل آقای سعید امامی یا خودکشی آقای سعید امامی صحبت کردین، چون من میگم قتل یا خودکشی چون واضحاً توی
هیچ را قطعا اعلام نمیشه که قتل بوده یا خودکشی بوده. بعضی ها میگن قتل و بعضی ها میگن خودکشی. شما رابطه ایشون با قتل های زنجیری رو به طور واضح تر میشه برای ما توضیح بدین؟ رابطه شون رو یه ذره برای ما روشن کنید که به چه صورت بوده؟ اصلا سعید امامی مثل پرراه این قضیه بوده. بعد وقتی که لو رفت تنها طراح این قضیه هم نبوده، مثلا از طرح‌های دیگر سعید امامی که انجام هم شد در زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور انتخاب شدن، ایشون اومدن یه طرحی رو توسط وزارت اطلاعات بخت و وزارت امور خارجه فراهم کردن برای اینکه به اصطلاح با چند موضوع مشخص و موازی گفتن که به اصطلاح با برنامه‌هایی که ما داریم دیگه نیروهای سیاسی تقریبا قلقم شدن و الان میتونیم با انتخاب و خاتمی بگیم همه کسانی که در خارج از کشور هستن ایران کشور امنیه و بیان برای بازدید و دید و بازدید و اینا. تو این قضیه توجیه این فردم این بود که چنانچه این افراد به اصطلاح به راحتی بیان در داخل کشور تردد بکنن و برگردن، یک منابع ارزی وارد کشور خواهند کرد و سیستم به اصطلاح هوایی کشور رو که منظور هواپیمای ملی ایران هما بوده در انتقال و جابجایی اینها اکتیو خواهند کرد و پول آیدی خواهند داشت. و سوم اینکه کسانی که به اصطلاح میان در داخل کشور برای دید و بازدید عزیزان، فرزندان، خانواده و دیگرانشون، وقتی برگردن خارج از کشور به جهت اینکه ما در خارج از کشورم انواع اقسام جاسوس و نیرو داریم و از تمامی تظاهرات فیلم و عکس تهیه میکنیم، دیگه این افراد نمیرن در این به اصطلاح اعتراضات تو خارج از کشور شرکت بکنن. و ضمن این که ما میتونیم به مقامات و سازمان‌های بین‌المللی از جمله در اون مقطع شورای حقوق بشر و بعدا که تبدیل شد به کمیسیون حقوق بشر این رو عنوان بکنیم که ایران کشور امنیه. افرادی که عنوان میکردند به اعدام محکوم شدن به راحتی میان میرن، چرا که تمامی لیست پرواز افرادی که داخل کشور میرفتند توسط حکومت اسلامی به دریافت میشد و این لیست رو با زمان ورود و خروجش در اختیار سازمان امور پناهندگان به اصطلاح سازمان ملل میدادن UNHCR و اونها هم از طریق خودشون به کشورهای عضوشون منتشر میکردن. البته رفتن به ایران حق همه افراد هست، افراد حق دارن به هر جایی که دوست دارن سفر بکنن، منتها اون حکومت اینگونه از این قضیه استفاده کرد. ضمن این که خب ارتباط سعید امامی با فردی به نام حجازی که قبلا دانشجو بود و بعدها مقام خیلی بالایی در دفتر رهبری خامنه‌ای یا بیت رهبری گرفته بود، اینها همه و همه باعث بیان و این موضوع رو برنامه ریزی بکنن. و وقتی که اسامی مطرح شد، اولین بار هم روزنامه سلام این قضیه رو مطرح کرد، خود به خود اینها باید یک کسی رو فدا می کردن. نه تنها در اون مورد بلکه در موارد دیگری هم بوده. این چیز تازه‌ای نیست برای حکومت، چه بسا این که امروز مثلا وقتی که آدم نگاه میکنه، نه این که حالا بخش به اصطلاح بخواد از جهت مثبت قضیه مورد ارزیابی قرار بگیره، چه بسا این که الان مثلا خود حکومت در اون زمان هم در مزان اتهام بود برای مثلا کشتن آقای بهشتی، خودش در مزان اتهام بود برای ترور آقای مطهری. چون امروز وقتی اون نوارهایی که اونها صحبت میکنند، البته اصلا نمیشه به گذشته استناد کرد،
چون در طول و روند تاریخ خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه. بله. ولی با نگاه اون روزشون خب آدم میتونه اونا رو در مزان اتهام قرار بده. وقتی هم سعید مامی رو بازداشت کردن اصلا قرار بر این نبوده که به اصطلاح داستان به اینجا برسه، و وقتی که سعید مامی رسن خیلی از مطالبی رو که نمیباید گفت ناگفته های سعید مامی شده است، و وقتی خیلی چیزا رو نباید میگفت گفت، این موضوع یه مقدار بخش وزارت اطلاعات رو و اونها رو به وحشت انداخت. و مگر میشه کسی که در مزان اتهام باشه، که البته شدن در حکومت اسلامی میشه، چون بعدها هم بکن داده شد که مثلا آقای سعید، آقای امامی دیگر فعال محیط زیست که یک دو سال گذشته در زندانهای اسلامی به قتل رسیدن، بعد بیان بگن که ایشون مثلا در سلول خودش رو حلق‌آویز کرده. کسانی که در زندان هستن به لحاظ حقوقی جانشون، امنیتشون توسط مقامات زندان باید تأمین بشه، و هر گونه اتفاقی که در زندانها برای زندانیا میفته، خود مأمورین و حکومت و قوه قضاییه و وزارت دادگستری پاسخگو هستن. چطور مثلا برای افرادی که همکنون در بندهای زندانیان هستن، زندانیان مدنی، سیاسی و روزنامه نگاران هستن، انواع اقسام دوربین هست، ولی مثلا در بند زندانیان بزهکار یا خلافکاران آسیب دیدگان اجتماعی اون کنترل ها صورت نمیگیره. اینه که حکومت اسلامی به راحتی میگه آره اون آدم آمده از ما داروی نظافت خواسته و داروی نظافت هم به اصطلاح خورده. و بعدها خانم وادی در یک مصاحبه‌ای به اصطلاح عنوان می‌کنه که به اصطلاح داروی نظافت به دلیل وجود ماده آرسنیک باعث میشه که روده کاملا منفجر بشه، و در صورتی که عکسایی که از جنازه سعید امامی بعدها منتشر شد نافی این مطلب بود و کاملا محرزه که سعید امامی رو خودشون به قتل رسوندن، چون اگر میموند ناچارن میبایست مطالبش رو منتشر میکردن. بنابراین سعید امامی کسی بود که با ناگفته های خودش، مثل سید احمد خمینی، مثل خیلی از کسای دیگه، توسط حکومت به قتل رسید و ناگفته های این جنایات رو با خودش به زیر خاک برد. به نظر شما تأثیر این قطعهای زنجیری روی جامعه، روی جامعه امروز ما چه هستش؟ شما چه تأثیری میبینید؟ ببینید تأثیرش این هستش که یک تأثیر کوتاه مدت داره. خب طبیعتاً اون بخشی از جامعه رو که توی حوزه فرهنگ هستن مغموم میکنه، یعنی قفار حسینی، زالزاده، توسلی، سیجانی و یا محمد مختاری پوینده، اینها که یک شبه به وجود نیمدن، اینها همه یک تاریخی، یک تجربه پشت سرشون بوده. خب مخاطبان اینها محروم خواهند شد از اینکه آثار اینها منتشر بشه و روشنگری هاشون منتشر بشه. این چیز کوتاه مدته. در دراز مدت هم که خب اونها تونستن موفق بشن، حکومت اسلامی همین الان هم که بلایی که سر اعضای کارنویسندگان آورده و سه تن از افراد این اعضا رو به دلیل این که شما به اصطلاح اساسنامه نوشتید، این کار کردید، اون کار کردید، خواستید گروه زیرزمینی تشکیل بدید، به سالهای زندان محکوم کردن که انجمن جهانی قلم و کارنویسندگان در تبعید نسبت به این قضیه با انتشار اطلاعیه که توسط افراد زیادی هم امضا شد اعتراض و خودشون انجام دادن، و اونها موفق شدن به جهت این که وقتی اونها رو کشتن و بعدها وقتی ماجرایی که برای فرج سرکوهی ایجاد کردن، او رو از فرودگاه رو بودن و بعد گفتن به آلمان رفته، بعد گفتن که کشته شده، بالاخره با انتشار نامه فرج سرکوهی در خارج از کشور یک به اصطلاح بخشی از افشاگری ها صورت گرفت و در نهایت فرج سرکوهی آزاد شد. یا مثلا عباس معروفی به همینطور،
یا مثلا دوست از دست دادمون منصور عزیز کوشان که برای انجام یک سمینار به خارج از کشور آمده و در نروژ بعد از این داستان ها دیگه باز نگشت که بعدها متاسفانه به دلیل بیماری و سرطان که جانش رو گرفت از دستش دادیم. حکومت اسلامی موفق شد در یک دوره‌ای، شما وقتی نگاه بکنید صدا فقط صدای اونها نبود، بلکه مثلا نشریات مثل آدینه، مثل دنیای سخن و یا خیلی نشریات دیگه که شاید مثلا زمان ببره که آدم مطرح بکنه، در کشور با حضور این عزیزان منتشر میشد. ولی حکومت چون صدای مخالف و صدای روشنگر رو و صدای دیگراندیش رو اصولا غیر قابل تحمل میدونه، به هر حال تونست ضربه بزرگ به جبران ناپذیری به بخش فرهنگی بزنه، خصوصا روشنگری های محمد مختاری و جعفر پوینده. تو این منظر متاسفانه باید بگیم که حکومت موفق شد که این بخش از فرهیختگان جامعه رو به سلام متلاشی بکنه، یه دشونو با قهدرمانی از بین برد، یه ده بر اثر بیماری از بین رفتن، یه ده هم که خب مثل آقای سرکوهی، مثل عباس معروفی که براش آرزوی سلامتی دارم، او هم الان در بستر بیماری، شنیدم که به هر حال خودش میگه غمباد ولی او هم دچار سرطان شد، و آقای فرج سرکوهی که به هر حال سن و سال این هم داره بالا میره، هر روز فشارها و موضوعات این عزیزانم تهدید میکنه. آره متاسفانه اونها موفق شدن، ولی قطعا یک نسل جوانی وجود داره و امروزه اگر تو اون قضیه حکومت اسلامی به عنوان پیروز ماجرا هست، این طرف قضیه هم ولی خوشبختانه با دسترسی به سیستم جهانی اینترنت و ارتباطاتی که وجود داره، شبکه‌های اجتماعی و همین به اصطلاح داستان‌هایی که از طریق تلفن‌های موبایل هست، اینستاگرام هست، ارتباطات هست، اینه که به هر حال این مراودات وجود داره و امروز نسبت به گذشته نیروهای موجود در جامعه ایران خیلی زودتر، اونهایی که البته دسترسی دارن، به خیلی از اخبار اطلاعات دسترسی پیدا میکنه. بله ممنون از شما. سه تا موضوعی که دوست دارم بیشتر در موردشون توضیح بدین، اما خلاصه با توجه به زمان محدودمون، شما در مورد هیئت مرگ صحبت کردین، یه ذره اینو برای ما بازتر کنید و علاوه یه لیستی که اسامی درش موجود بوده که قرار بوده کشته بشن و علاوه یه اتاق فکر، این سه تا موضوع برای ما بیشتر توضیح میدین آقای حمید؟ هیئت مرگ در سال اینها خوب منصوب به کسانی هستن که توسط آقای خمینی و یا بعدها احمد خمینی، زیاد اهمیت نداره، بعد از اون نامه‌ای که نوشتند اینها منصوب شدن و انتخاب شدن که بیان وضعیت زندانیان رو بررسی بکنند، که خب از جمله اونها رئیس قوه قضایی کنونی پور محمدی، آوایی تو شهرستان، بعد نیری و اشراقی، اینها کسانی بودند که بیشتر در تهران و شهرستان با تعدد میکردن. این هیئت وقتی که حضور پیدا میکرد در زندانهای مختلف با مقامات قضایی هر استان، بعدها به عنوان هیئت مرگ نام گرفتن. کسانی بودند که در به اصطلاح انکویزیسیون و تفتیش عقاید چند دقیقه‌ای نسبت به آینده زندگی بهترین فرزندان اون کشور تصمیم گیری کردن و بخش زیادی از اونها در زیر خاک فرستادن، به قتل، به اصطلاح گورهای دستگمی. این مربوط به هیئت مرگ است. مربوط به اون لیستی که منتشر شد بعدها، بله تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه یک لیستی منتشر شد، دوست و پیشکسوت نازنینم رضا علامه‌زاده یک فیلمی درست کرد تحت عنوان جنایت مقدس، که یک لیستی از کسانی که
قرار بوده که در خارج از کشور اینها ترور بشن منتشر شده بود، که از جمله مثلا نسیم خاکسار و خیلی از کسانی که در خارج از کشور بودن رو شامل میشد. در مورد لیست قتل‌های زنجیره‌ای من چیزی نشنیدم، منهای اون افرادی رو که خودم با تحقیق خودم به دست آوردم که اونها رو به اصطلاح در اون فیلمم اشاره دادم، منتشرم کردم که اون 83 نفر هستن. و در مورد اتاق فکر هم به این ترتیب هستش که هر چیزی که حکومت ایران علی رغم کسانی که میگویند مثلا آخوند شپشو یا مثلا آخوند نمیتونه مملکت داری بکنه یا حکومت داری بکنه، واقعیت اونه که اونها تونستن ظرف این 40 سال با استفاده از نیروهای متخصص و همسوی خودشون و بعضا به صلاح به اختیار گرفتن کسانی که توان و تحمل رو نداشتن و خودشون رو در اختیار قرار دادن، به اینها تغذیه فکری بکنن. این تغذیه های فکری میاد و در یک اتاقی که به عنوان اتاق فکر مطرح هست توش جا میگیره. مثلا از جمله اینها این بود، در سال 67، اوائل سال 67 که اعلام کردن که آقای خمینی بدحال هست، این رو بعد میتونید از به اصطلاح کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی هم ببینید که اشاره میکنه 7 فروردین به من اطلاع دادن که حال امام خوش نیست، من خودم رسوندم، رفتم به جماران، برایش یک امکانات خیلی وسیع در زیر زمین جماران، یک امکانات پزشکی، یک بیمارستان مستقل در واقع درست کردن، بهش رسیدگی میکنن. در واقع کار آقای خمینی همون سال اوایل سال 67 تمام بود، ولی بعدها پزشکا تلاش کردن ایشون رو بازگردوندن و بعد از اون بود که حکومت و اتاق فکر به این قضیه رسید که به چند موضوع برسه. یک، اینکه موضوع خاتمه جنگ بود و تزریق این قضیه که تنها به زمونها امام هست که با پذیرش قطعنامه میتونه جای پرسش پاسخ قرار نده و جامعه به خاطر اون شأن و جایگاه و کاریزمایی که داره او رو مورد پرسش قرار نمیدن. یکی پذیرش ماده قطعنامه 598 بود، یه دونه تصویر متمم قانون اساسی بود که ولایت فقیه رو به ولایت مطلقه فقیه تغییر میداد و تغییرات دیگری از تحت عنوان متمم قانون اساسی. اصل سوم روشن شدن وضعیت قائم مقامی آقای منتظری بود و چهارمی هم سر و سامان دادن به وضعیت زندانیان به اصطلاح سیاسی در کشور در اون مقطع، که این اتاق فکر رو تصمیم گرفت برای هر کدومشون کارگروهی تشکیل دادن و بعدها شما میبینید که دونه به دونه اینها اجرا شد. یعنی قطعنامه 598 تصویب شد در حالی که در سال 60 اگر حکومت اسلامی نسبت به اعلام پایان جنگ پذیرش خودش رو و اعلام موافقت کرده بود، لازم نبود که این همه از زیرساخت ها، مردم و نابسامانی های ناشی از جنگ به جامعه و مردم ایران تحمیل بشه، خصوصا مردم جنوب کشور و منطقه کردستان ایران. دومین موضوع اینه که بعدها دیدید بر اثر یک عمل کاملا سیستماتیک و مجهز تونستن آقای منتظری رو به نوعی خلعیت بکنن و با جلو انداختن داماد ایشون و دفتر ایشون و و و و. مسئله سوم هم مسئله تصویب قانون اساسی بود، متمم قانون اساسی، که این مثلا صورت گرفت و بعدم زندانیان سیاسی رو که توسط هیئت مرگ به قتل و کشتار رسوندن. اینها همه و همه در یک اتاق فکره که سر این اتاق فکرم توی وزارت اطلاعات و بخش مثل اطلاعات امنیت سپاه پاسداران و بیت رهبری خوابیده. اینا وقتی که این به عنوان پیشنهاد مطرح میشه، پخته میشه تو اتاق فکر راجبش، راجب مثلا زعم اونها قواید و مضراتش صحبت میشه، اگر چیزی برای حکومت آیدی داشته باشه قطعا اونا دست به این کار میزنن و این کار رو انجام میدن. این نیستش که مثلا شما فکر بکنید آقای مثلا خامنه ای
یک باره در سال 68 بعد از مرگ آقای خمینی دوزه به رهبری منصوب بشن. اینها اتاق فکر داشتن در این مقطع، مثلا هاشمی رفسنجانی با این نگاه که او رو رهبر میکنه و بعدم مثلا خودش رئیس جمهور میشه و همه کاری میشه و مثلا میتونه شخص اول بشه، ولی بعدها دیدید که چه اتفاقاتی افتاد و میشه راجع به این موضوعات و این مقولات هر کدوم ساعتها صحبت کرد، مصادیقش رو عنوان کرد، ولی از حوصله یک برنامه کوتاه که در خصوص قتل‌های زنجیری است خارج هست. حتما بازم در خدمت شما خواهیم بود با برنامه دیگه و موضوع دیگه. میدونید که مخاطب ما جوان‌ها هستند و اینکه روشن بشه چه اتفاقاتی برای مملکتشون و در گذشته افتاده و چه قانون شکن‌هایی شده و این خیلی مهمه که آگاه سازی بشه و هدف ما این است. اگر صحبتی دارین برای پایان این جلسه میتونین اعلام کنین، در صورتی که ما 5 دقیقه وقت داریم. بهتر می بود که در آغاز این گفتگو بهش اشاره می کردم، ولی همونطور که شنیدید و در خبران خوندید، نسرین ستوده از پیشگامان به سلام مقاومت و عدالت خواهی و حق خواهی با تودیه وسیقه به مرخصی آمده. من حتی مرخصی و آزادی موقتش رو بسیار گرامی می‌دارم، بسیار شادمانم از این قضیه و امیدوارم که ایامی که حالا در مرخصی هست در کنار عزیزانش، در کنار همسرش رضا خندان و دیگر عزیزانی که او رو دوست دارن ساعات و دقایق خوشی داشته باشه و بیشتر و بیشتر به امر درمان به خاطر بیماری و مشکلات خودی سپری بکنه. برای او و برای تمامی کسانی که برای تحقق حق و کرامت انسان تلاش میکنن، زندگی پربار، سلامتی و تندرستی آرزو میکنم. ممنون از شما. اینجا برنامه به پایان میرسه. من مهدیه مراد از فرانکفورت، ممنون از این که تا به اینجا برنامه ما رو تماشا کردید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.